هادی یکی از ساکنین شهر تهران به ما پیوسته که یه مقداری از حال و هوای امروز پایتخت به ما بگه. سلام. سلام بر شما آقای هادی، به ما بگید که چه میگذره امروز در تهران، چه میبینی؟ مثل روزهای گذشته از حلوش ساعت 1 بعد از ظهر به این طرف جو کاملا امنیتی میشه. محدودهایی مثل محدوده خیابان انقلاب و همه میادین پر نیروهای امنیتی هست که خیلی هم مانور میدن، یعنی میان توی اون خطوط دیارتی، اینا سر صدا ایجاد میکنن، اینها که رعب و وحشت ایجاد کنن. هر شب هم دانشگاه تهران خیلی شلوغ بود، دانشجوها اومده بودن شعارهای خیلی تند علیه خامنه ای میدادن و نیروهای امنیتی هم این طرف دانشگاه، این طرف خیابون روبروی خیابون انقلاب مردم رو میزدن، یعنی هر کسی میستاد میزدن، اصلا کاری نداشتن راه گذر یا کسی هست با باتوم حمله ور میشدن، گاز اشکاور و فلفل و اینها. سدخندان جای مختلف همینطور شلوغی هست، ولی جو امنیتیش خیلی شدیده، یعنی هیچ میدان و هیچ چهارراهی رو خود مسیرهای خیابونهای مثل میگم خیابون انقلاب و اینها یا میدان اصلی پیدا نمیکنید که مملو از نیروهای امنیتی نباشه. تقریبا از ساعت میگم 1 بعد از ظهر شروع میکنن، اوجش هم 5-6 بعد از ظهر، ولی دانشگاه تهران تقریبا هر روز قائله هست و در دانشگاه رو از تقریبا ساعت 3 میبندن. این گزارش هایی که گفتی از دانشگاه تهران اولا پریشب بود که فکر میکنم ما هم روز بعد مطلع شدیم به دلیل قطعی اینترنت و اینکه خبرها رو منتشر نمی‌کنن خبرگزاری. پریشب این قضیه رو دیدم. بله، پریشب عرض کردم، شب گذشته شب قبلترش بود. ما هم گزارش‌هایی در روز بعد از اون دریافت کردیم. آیا شما خودت شاهد اون اتفاقاتی که در دانشگاه تهران افتاد بودی؟ یعنی؟ بله، من اونجا داشتم می‌گذشتم، با بیارتی بودم، وقتی دیدم شلوغه پیاده شدم، اتفاقاً خودم یه دو تا باتون خوردم. هر کی می‌ایستاد، جمعیت دانشجو خیلی زیاد بود. یعنی واقعاً اون کوریدور اصلی ورودی دانشگاه این طرفترش تا جایی که چشم کار میکرد جمعیت، ولی روبروش هم در دو طرف خیابان جمع خیلی زیادی از نیروهای امنیتی بودن. حتی اون قوس داخلی دانشگاه تهران میتونم بگم دشت زنگ انداختن نبود، اون موتورهاشون خودشون ایستاده بودن، نیروهای امنیتیشون هم میمدن تو خطوط بیارتی. حتی خطوط بیارتی رو چند تقریبا سفن یک دو ساعت من ندیدم رد چه دیگه بسته بودم. میومدن با بوق و با سر صدا و با باتون کشیدن رو این نرده ها و اینا سر صدا ایجاد میکردن که احتمالاً صدای دانشجوها به این ورن. مردمی که این ور جمع میشدن به محض اینکه جمعیت 10-15 نفر جمع میشد حمله ور میشدن و میزدن مردم، هم میریختن تو کتابخونه ها، تو کتاب فروشی ها و اون پاساژ ها و اینها، با شوکر، با باتون، گاز اشکاور و گاز فلفل هم که اصلا فضا رو پر کرده و اینا فکر کنم اصلا میزنن به خاطر اینکه اصلا کسی توقف نکنه. دو سه تا سطل زباله هم که اونجا بود رو داخلش رو ظاهرا خود مردم آتیش زده بودن برای ایجاد دود که اون فضا رو یه مقدار از بین ببره، ولی جمعیت دانشجو خیلی بالا بود. آنچه که ما هم دریافت کردیم این هست که در شهر تهران فضا بسیار امنیتی هست، اما خبرگزاری ایسنا خبری رو منتشر کرد امروز که توسط خبرگزاری دیگه هم در داخل ایران منتشر شد، این که گفته شد دیروز در شهرهای اسلام شهر، چهاردانگه و شهریار عملا تظاهرات بوده و اعتراضهایی بوده، اونها رو اما آرام کردند. همین خبر که گفته میشه که حالا شرایط در این نقاط از استان تهران آرام شده نشون میده که اونجاها همچنان تا دیشب اعتراض ها ادامه داشته، شلوغ بوده و گفته شده که حالا نیروهای امنیتی امنیت و آرامش رو به این شهرها برگردوندن. آقای هادی، در طول روزهای ابتدا خب در اعتراض به گران شدن بنزین این اعتراض ها شروع شد جمعه شب، و در طول اون 1-2 روز اول چه دیدید؟ ببینید، 1-2 روز اول خب فضا خیلی ملتهب بود. همون روز اولی که شروع شد تقریبا ما از هر اتوبان و خیابان رد می‌شدیم، یه گله مردم خصوصا تو اتوبان امام علی من اون روز تردد داشتم، مثلا یه تیکه کامل مردم توقف کرده بودن، شعار میدادن اینها. ولی من یک چیزی که میخوام بگم، اصلا این قضیه اصلا مسئله بنزین نیست. اون روز تو دانشگاه تهران اصلا صحبت بنزین نبود، شعارها همه مستقیما علیه رهبر و نظام بود. اصلا کاری کردن اینها، یعنی هیچ راهی برای اینکه مثلا شما بتونید یک اعتراضی بکنید برای مردم باقی نذاشتن. به بدترین شکل ممکن کتک میزنن، میکشن. همون روز دور دانشگاه یک خونه ای بود، نمیدونم کجا بود چی بود، درشو باز کرده بودن، چند تا نیروی امنیتی هم داخلش بودن، میگرفتن مینداختن تو اون خونه.
علکی هم میگرفتن، یعنی همینجور انتخاب میکردن از چند نفر که روبو وحشت ایجاد کنن که بقیه مثلا برن. حالا اون بنده های خدا رو ول کنن بگیرن من نمیدونم، برای اعترافاشون ببرن. هیچ راهی برای اعتراض نداشتن. هر کی به هر شکل اعتراض میکنه اینها میگن فتنه‌گر، آشوبگر، نمیدونم جاسوس، چیه. این اصلا مردم رو به یک نفرت عمومی کشیده، یعنی بخش قابل توجهی از مردم از مرز عصبیت کارشون گذشته، از جمله خود من. متنفر شدن دیگه از این شرایط، از این نظام متنفر شدن. یعنی هیچ راهی ما برای صحبت کردن نداریم. من اصلا نمیدونم چجوری یک شهروند بتونه اعتراض بکنه. من اعتراض دارم به یکی، چجوری باید این اعتراضم رو بیان بکنم؟ به هیچ کس هم آسیب نمیخوام بزنم، میخوام اعتراضم رو بیان کنم. مردمی که ما هممون پارسال اون فشار اقتصادی رومون بوده، هنوز نتونستیم تنگش رو خورد کنیم، به یک بار شما میاد بنزین رو 3 برابر میکنه که تبعاتش در ماهای آینده بسیار فجیع خواهد بود. خب چه کار بکنیم؟ چجوری زندگی بکنیم؟ با یک حیوان که ازش کار میکشن اینجوری برخورد نمیکنه که شما دارید با مردمتون اینجوری برخورد میکنید و بعد اینجوری تو خیابون بزنیدشون، اینجوری تحقیرشون بکنید. یک در آوردن تو خب فقط میزنن. یعنی اصلا من اون واقعا فقط وایساده بودم، فقط حمله میکنن میزنن، فقط رو با وحشت ایجاد میکنن. خب من الان من با من یک انسان بخوام حرف بزنم، با کی باید حرف بزنم؟ کی باید حرف منو گوش کنه؟